عرض سلام پیرو به ویدیوی قبلی که قول داده بودیم این سری مشاغل رو براتون تحلیل عمیق بکنیم و با بالاترین درخواست شما با شغل Environmental Manager مدیر امور محیط زیست کار رو آغاز میکنیم. خود شغلی 139912 Environmental Manager یک شغل لانگ ترم هست، یعنی هر سه ویزای 189، 190 و 491 شامل این شغل میشه. در سازمان ویت اسس ارزیابی میشه در گروه بی، و وقتی میگیم گروه بی یعنی شما فقط کافیه یک مدرک کارشناسی داشته باشید. اینکه چه رشته‌ای بوده اهمیتی نداره. اگر رشته مرتبط باشه با امور محیط زیست، سالهای کمتری را به عنوان کارآموزی یا در واقع پست کوالیفیکیشن ازتون کم میکنن، و هرچی نامرتبط تر باشه تا سقف 3 سال ممکن است سوابقتون کم بشه، ولی رشته اهمیتی نداره و مهم اینه که در این حوزه کار کرده باشید. خب قدم به قدم با هم پیش میریم. همونطور که عرض کردم شغل ویزای 189 داره، پس در راندهای 189 شرکت داده میشه. در مورد ویزاهای 190 و 491 همین الان که داریم صحبت میکنیم، ایالت ACT Australian Capital Territory و New South Wales در ویزای 190 و 491 این شغل رو برای آفشورها در واقع توی لیست خودشون دارن. و در قدم بعدی میایم سراغ شرح وظایف. به صورت کلی در مورد Environmental Manager گفته شده که plans, organizes, directs, controls and coordinates the development and implementation of an environmental management system within an organization by identifying, solving and alleviating environmental issues such as pollution and waste treatment in compliance with environmental legislation and to ensure corporate sustainable development. دوستانی که با اهداف پایداری سیستم ها آشنایی دارن، با SDG ها، با بنچمارک های بین المللی Sustainable Dynamic Goals رو میشناسن، خیلی خوب میدونن این شغل منظورش چیه. ببینید شرکت ها، پلنت ها، کارخونه هایی که به دلیل داشتن فاضلاب، به دلیل داشتن زباله های خاص، به دلیل اینکه میتونن ساپلایر های رو انتخاب بکنن که مواد اولیه‌شون با محیط زیست هماهنگی بالاتری داشته باشه، و حالا کلی اون بنچمارک های سستینبیلیتی، و به خصوص شرکت هایی که به هر نحوی مدارک ایزو محیط زیست دارن یا میخوان بگیرن، میتونن یه همچین دپارتمانی داشته باشن و افراد در این سیستم ها کمک میکنن که با حفظ محیط زیست این سیستم، این کسب و کار برای نسل های بعدی هم پایدار بمونه. این چیزی که ما با هم الان خوندیم شرح وظایف کلی این شغله، و در زیر مجموعه خودش در واقع شرح وظایف دیگری هم مطرح میکنه و در گروهی قرارش میده تحت عنوان Other Specialist Managers، یعنی مدیرانی که در به غیر از تخصصهایی که در دستبندی های دیگه در واقع در نظر گرفته شده، یک تخصص خاص خودش هست. اگر دوست داشتید در مورد شرح وظایف این شغل بیشتر بدونید، کافیه که در زیر این پست واژه تسک رو کامنت بکنید تا بتونید دیتیل بیشتری راجع به این شغل رو براتون توی دایرکت بفرستیم. اما نکته مهم و اساسی راجع به این شغل بکلاگش هست. بکلاگ این شغل نشون میده که در حال حاضر در صفحه‌ای که دارید می‌بینید کلا 167 نفر در لیست 189ش، 43 نفر با 65 امتیاز، 27 نفر با 70 امتیاز و 38 نفر با 75 امتیاز توی صف هست. یعنی از نظر امتیازی شرایط فوق‌العاده خوبی داره. در بحث 190 و 491 هم پیرو و همون تعدادی که دارید میبینید رو در واقع توی صف داریم. ببینید این سوال ممکنه پیش بیاد که خب من دعوتنامه و ویزاهای زیادی از این شغل ندیدم، باشا شغل خوبی برای اقدام نباشه. اولا که اصلا مشخص نمی کنه این مشاغل یهو بالا میان یهو شرایطشون پایین میره. رانتای 189 تا وقتی از برگزار نشه، اگر برگزار بشه این شغل وجود داره. و این رو هم در نظر بگیرید که شغل کمی در ایران ناشناسه. در واقع امور محیط زیست در بسیاری از شرکت و کارخانه ما شاید اونقدر جدی گرفته نشده باشه، دپارتمانش وجود نداشته باشه، یا افرادی که حتی تو این دپارتمان ها بودن با شغل دیگری ارزیابی گرفته باشن. بنابراین بله، شما زیاد این رو نشنیدید. از طرف دیگه کشور استرالیا یکی از پیشروها و سردمدارهای مسائل سستینبل و محیط زیستیه که مطمئن باشید در راندهاشون هم ایالتی هم 189 این شغل حتما در نظر میگیرن. بنابراین اگر توی سیستمای سستینبلیتی کار میکنید که اون برواقع امور محیط زیست هستین و یک کارشناسی دارید، هیچ فرقی هم نمی کنه چه رشته‌ای باشه، برای این شغل میتونید اقدام بکنید.
با مشاغل دیگه در ویدیوهای آینده در کنارتون خواهیم بود.